به دعوت کمیته زیر سرکوب شهروندان ایرانی عده‌ای از ایرانی ها به نوفل له شاتو رفتن که در اعتراض به مهمونی که سفارت ایران هر ساله اونجا ترتیب میده به مناسبت امسال روز بازگشت خمینی به ایران شرکت میکنن. صدای اعتراض خودمون رو به گوش دیگران برسونیم. کسانی که با ما نبودن یعنی در مقابل ما قرار گرفته بودن شروع کرده به فحاشی کردن. ما طوری شده بود که ما حتی به اینا اعتراض کردیم که حداقل احترام خانمایی رو که با خودتون هستن نگه دارین، در مقابل اونا فحاشی نکنید. در هر صورت این حرکت ها ادامه داشت. ما شعارهای خودمون رو دادیم، پلاکاردامون رو بالا برده بودیم، پرچم ایران رو داشتیم، پرچم های سرس همراهمون بود تا زمانی که سفیر و کارمندای سفارت با اتوبوس رسید. وقتی اومدن پایین ما خب شعارامون رو به معمول ادامه دادیم، مرگ بر دیکتاتور یا زندانی سیاسی آزاد باید گردد، شعارهای اینجوری میدادیم که در یک لحظه پلیس هم حایل شده بود بین ما و اونا که یه وقت احتمالاً برخوردی پیش نیاد. ما در هر صورت قصد درگیری نداشتیم. تا از روز اولی که این تظاهرات ها رو در پاریس برگزار کردیم همیشه پاسیفیست برخورد کردیم به این مسائل اینا، ولی هیچ سعی نمی‌کردن ما درگیری پیش بیارن، ما فحاشی می‌کردن، از دور واسمون سنگ و گرد پرتاب می‌کردن. آقای سفیر وقتی از اتوبوس پیاده شد داشت می‌رفت تو خونه، نمی‌دونم یکی از شعارا بود که به ایشون برخورد یا خوشش نیامد، یک دفعه برگشت به طرف ما حمله کرد، با ما درگیری به وجود بیاره و پلیس جلوشو گرفت. پلیس هم نمیدونست این شخص سفیره، ما میدونستیم ایشون سفیر هستن. پلیس جلوشو گرفت و چون پلیس جلوشو گرفت یه مشت به پلیس زد. همین حرکت باعث شد که پلیس باش برخورد شدید بکنه. پلیس آقای سفیر رو زد اونطوری که باید بزنه و خوابونش اصلا رو زمین، میخواست بهش دستبند بزنه که کارمندای دیگه سفارت یا افرادی که اونجا بودن اینو میشناختن اومدن جلو. تو اون شلوغی حالا واسه پلیس توضیح دادن ایشون سفیر هستن یا نه، از زیر دست پلیس درش آوردن بردنش تو خونه.